درود بر شما همراهان عزیز، در این فایل صوتی می‌خوایم در خصوص تبلیغاتی که در مورد یادگیری زبان میشه به صورت ویژه در مورد کلاس‌های فشرده صحبت بکنیم. حتما تا کنون دیدید خیلی جاها تبلیغ میشه آموزش زبان در 10 جلسه، آموزش زبان در 4 ماه، آموزش زبان در 2 ماه و دقیقاً یک اسم تضمینی هم پشتش میارن. اولین موضوع رو در نظر داشته باشید، اگر شما خودتون نخواهید و اون انگیزه لازم و اون اراده کافی رو برای یادگیری زبان نداشته باشید، هیچ تضمینی برای موفقیت شما در این راه وجود نداره. هیچ کس نمیتونه به شما کمک بکنه. اولین شخصی که باید به شما کمک بکنه خودتون هستید. خودتون هستید که باید با انگیزه بالا، با اراده قوی، هر انگیزه‌ای که دارید، هر هدفی که تو زندگیتون دارید، حتی به عنوان کوچکترین هدف، اینکه صرفاً بخواید راهنمای انگلیسی یک دستگاهی که خریداری کردید رو بخونید و متوجه بشید، و یا اهداف بزرگی که حالا مهاجرت و ادامه تحصیل، و یا اینکه آشنایی با یک فرهنگ دیگه، و حالا هر هدفی که تو ذهنتون هست به اون هدف برسید، این انگیزه است که شما رو کمک میکنه بتونید در این راه ثابت قدم باشید. و در حقیقت هیچ تضمینی برای موفقیت شما در یادگیری زبان تا زمانی که خودتون نخواهید و خودتون در این راه به صورت ثابت قدم پا نگذارید و کار نکنید و تمرین نکنید وجود نخواهد داشت. همچنین در مورد کلاس‌های فشرده و کلاس‌های زبان هم به همین شکله. شما تا زمانی که خودتون نخواهید و این انگیزه رو و این اراده رو و این خواسته رو به زندگیتون نیارید و در مسیر یادگیریتون قرار ندید، بدون شک هیچ کلاسی به شما کمک نخواهد کرد. به خصوص در مورد کلاس‌های فشرده و کلاس‌هایی که از این نوع و از این دسته برگزار میشه. ممکنه در این کلاس‌ها شما یه سری مطالبی که قبلا می‌دونستید رو مرور کنید و اون مطالب براتون یادآوری بشه، اما واقعاً شما رو به اون هدفی که می‌خواید شاید نتونه برسونه. اگر احساس می‌کنید شخصی هستید که حتماً باید کلاس برید، حتماً با زور بالای سرتون باید تمرین بکنید و کار بکنید، واقعاً بهتر که یادگیری زبان رو کنار بگذارید. آیا واقعا اجباری در یادگیری زبان وجود داره؟ شما باید به جای این اجبار باید علاقه رو در مسیر یادگیریتون قرار بدید. هیچ چیزی به اندازه علاقه و انگیزه در یادگیری به عنوان اولین عامل موفقیت نمیتونه شما رو کمک بکنه. به جای اینکه انرژیتون رو صرف پیدا کردن کلاس‌های فشرده و میانبر زدن در یادگیری زبان بکنید، صرف این بکنید که از راه درست زبان رو یاد بگیرید. خوشبختانه هیچ راه میانبری در یادگیری زبان وجود نداره. البته شاید برای بعضیا متاسفانه باشه. از طرفی خوشبختانه موضوعی است که نه با پارتی، نه با پول، نه با هیچ چیز دیگری شما نمیتونید در این راه موفق بشید. مگر انگیزه، مگر تلاش، مگر استفاده از تکنیک‌های درست یادگیری. با یک تکنیک بسیار ساده که الان خدمتتون عرض خواهیم کرد، باعث میشید تحولی در یادگیریتون اتفاق بیفته. یه مقدار با خودتون فکر بکنید روزانه شما چقدر از 4 مهارت speaking, listening, reading و writing در زبان مادریتون و یا زبان فارسی استفاده میکنید. با خودتون فکر بکنید فقط کافیه شما به اندازه 1% اون مقداری که به زبان فارسیتون یا به زبان مادریتون خوندن، نوشتن، صحبت کردن، گوش کردن رو انجام میدید روزانه، 1% اون مقدار انگلیسی رو به زندگیتون بیارید. آنقدر که می نویسید 1% انگلیسی بنویسید. از جملات ساده شروع بکنید. مهم داشتن خروجی است. تو فایل های صوتی قبلی اشاره کردیم به این موضوع. همچنین تو مجموعه کتاب صوتی انگلیسی مثل آب خوردن به صورت مفصل در این مورد صحبت کردیم. چقدر مطالعه فارسی یا زبان مادریتون رو دارید؟ چقدر روزنامه میخونید؟ چقدر سایت های مختلف رو چک میکنید و اخبار میخونید و یا مطالب مختلف رو میخونید؟ 1% اون اندازه انگلیسی بیارید به زندگیتون. چقدر گوش میدید؟ چقدر روزانه صداهایی که اطرافتون میشنوید فارسی است یا زبان مادریتونه؟ 1% انگلیسی رو به جایگزین بکنید. بله، ما در محیط انگلیسی زبان نیستیم، از فایل های شنیداری استفاده بکنید. در مجموعه سوم بسته آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن انبوهی از فایل‌های شنیداری وجود داره، از هر نوعی که بگید، داستان وجود داره، پادکست وجود داره، اخبار وجود داره، از اون فایل‌های صوتی میتونید استفاده بکنید و یا سایت‌هایی که به صورت رایگان خیلی از پادکست‌ها رو ارائه میدن به شما.
موبایل شما به چه دردی میخوره؟ الان دیگه دوران تکنولوژی، ما باید از این تکنولوژی هوشمند استفاده بکنیم. از این تکنولوژی باید در جهت پیشرفت خودمون استفاده بکنیم. فایل های شنیداری بریزید روش 1%. شما با 1% شروع بکنید و این شنیدار انگلیسی رو جایگزین بکنید. چقدر روزانه صحبت میکنید؟ با 1% شروع بکنید انگلیسی صحبت بکنید. اشکال نداره با جمله های ساده، اما این شروع رشد خواهد کرد. این نوزاد و شخصیت انگلیسی زبان شما که در مغز شما شکل میگیره آهسته آهسته شروع به رشد خواهد کرد. دوستان من، یادگیری زبان صرفاً خوندن کتاب‌های سخت و خسته کننده گرامر و سیستم‌های کتاب محور نیست. زبان ریاضی نیست فرمول پذیر باشه. شما زبان رو باید با لذت و با خوشی و با اشتیاق کامل یاد بگیرید. اگر صرفاً بخواید از طریق مطالعه کتاب‌های گرامر محور و سیستم‌های گرامر محور و از طریق فقط مطالعه گرامر بخواید به این موضوع بپردازید، به هدفتون نخواهید رسید. امیدوارم که روزهای بسیار عالی‌تر از آنچه که هست در انتظارتون باشه. پایدار باشید.